با سلام به همسفران گرامی سفر تاریخ، چهارمین خلاصه سفر رو با هم شروع میکنیم. هنوز در مقطع تاریخ اسطوره ایران هستیم، تاریخی که بسیار بسیار طولانی. در حقیقت اشاراتی که شده دو دوره طولانی چند هزار ساله رو در بر میگیره، که گفتم یک قسمت پیشدادیان و قسمت بعدی کیانیان، و در دوره پیشدادیان هست که ماجرای تعیین مرزهای ایران در جنگ افراسیاب با ایران شکل میگیره و قرار میشه تیری پرتاب بکنن، که اشاره کردم که آرش پهلوان پیر ایرانی که نماد حفظ مرزهای ایران و تمامیت ارض ایران هست، جان خودش رو در تیر میکنه و پیکرش پاره پاره میشه و هر بخشی از اون گوشه ای از خاک ایران رو تشکیل میده. و واقعا اسطوره چقدر زیباست که امروز این میهن آمیخته است با پاره های پیکر اسطوره ای ترین مرزبان ایرانی، یعنی آرش کمانگیر که اشاره کردم، سیاوش کسرایی. خوش و زیبا ماجرای آرش رو سرود، که خوشبختانه در کتاب های درسی این امکان به وجود اومد که اقلا با یکی از چهرهای اسطوره‌ای تاریخ ایران در کنار نمیدونم 14 معصوم و پیامبر و 17000 امامزاده و قدیس، بچه های این آب خاک آشنا بشن. شعر آرش کمانگیر رو واقعا من دلم میخواست همش رو بخونم، ولی طولانیست، خودتون میتونید بخونید با اون تصویر بسیار زیبایی که شروع میشه زمستانی سرد و برف میباره و همون روز مشغول قصه گفتن هست برای بچه های خودش و ماجرای آرش رو شروع میکنه و تحقیر ایرانیان رو توسط افراسیاب، آخرین فرمان، آخرین تحقیر، مرز را پرواز تیری میدهد سامان. گر به نزدیکی فرود آید خانه همان تنگ، آرزومان کور، ور بپرد دور، تا کجا تا چند، آه کو بازوی پولادین و کو سرپنجه ایمان. و سرانجام صبح میشه، دریایی از سپاه میسته پیش روی لشکر دشمن، سپاه دوست دشت نه دریایی از سرباز، آسمان الماس اخترهای خود را داده بود از دست. کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزان، مادران غمگین کنار در، کم کمک در اوج آمد پچ پچ خفته. و آرش اینجا پدیدار میشه، خلق چون بحری برآشفته به جوش آمد خروشان شد، به موج افتاد برش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد. سیاوش کسرایی چون دیدش یک دید علمی هست، به تاریخ مطلقش نباید کرد، ولی دید علمی به تاریخ، نگاه علمی به تاریخ، دیدی زیبا. اون میفهمه که چهرهای تاریخی، حالا چه اسطوره‌ای مثل آرش کمانگیر یا کاوه آهنگر یا مثل دکتر محمد مصدق و قهرمانان ملی ما مثل یعقوب لیث صفار، مثل بابک خرمدین، حاصل کار فرد نیستن. اینها در حقیقت حاصل قرنها جوش و خروش جامعه هستند. مثلا حالا خواهیم رسید به موقعی که به ماجرای یعقوب برسیم، خواهیم دید یعقوب گل 200 سال مبارزه ایرانی ها بود، 150 سال مبارزه ایرانی ها بود با اشغالگران ایران، از استاد سیس گرفت و المغنه تا سرخجامگان و تا زمان بابک خرمدین، که نهایتاً
یعقوب لیث سر بر میاره و ایران به استقلال خودش میرسه. این وضع رو سیاوش کسرایی با هوشیاری نشون داده که این خلق است که به خروش آمد، به موج افتاد، برش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد. منم آرش چنین آغاز کردن مرد با دشمن، منم آرش سپاهی مرد آزاده، به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را. اینک آماده و آرش از کوه میره بالا و سرود آخرین خودش رو میخونه، جام کینه رو بر سنگ میکوبه، میگه در این پیکار دل خلقی است، در مشتم امید مردمی خاموش هم پشتم، و جان خودش رو در تیر میکنه و سرانجام اون رو پرتاب میکنه. و پس از نیایش شما ای قله های سرکش و خاموش، که پیشانی به تندرهای سهمنگیز می سایید، که بر ایوان شب دارید چشمنداز رویایی، که سیمین پایه های روز زرین را به روی شانه می کوبید، امیدم را برافرازید، غرورم را نگه دارید. و کودکان از بام ها او را صدا کردند، مادران او را دعا کردند، و سرانجام تیر رو پرتاب میکنه و غروب که میشه، کسانی که آرش رو میجستند با کمان و ترکشی بی تیر برگشتند. شعر تأکید میکنم، شعر کسرایی رو حتما بخونید، با تأمل واقعا عشق به چشم میاره و آدم رو تکون میده، به خصوص در دوره‌ای که ما الان درگیر اون هستیم، دوره‌ای که حماسه آرش و کاوه همزمان در ایران در جریانه. هم ایران در خطر با این حکومت ملایان، هم کاوه های ایران برخواستن علیه نابودی نسل این میهن، به زندان رفتن جوانان این میهن، مبارزان این میهن، زنان شجاعی مثل خانم نسرین ستوده، مردان دلیری مثل دکتر ملکی و همتایان اونها. در حقیقت این اسطوره الان داره باز تولید میشه، یعنی کاوه ها خودشون رو نشون میدن و آرش ها. در هر حال بر پیشانی تاریخ اساطیری بسا گوهرها می درخشه، از شهریاران نیکنامش و از کشف آتش و حرکت به سوی تمدن تا دو خورشید درخشان اسطوره کاوه و آرش که امروز هم زنده است و از جهان اسطوره ها با جهان واقعیت اومده، و نام این دو قهرمان به خصوص در این 10-15 ساله اخیر بارها و بارها بر فرزندان ایران زمین نهاده شده و در بازجستن هویت ملی به ما کمک کرده و کمک میکنه. با تأسف و به ناچار از جهان تاریخ اساطیری سرزمینمون عبور میکنیم، از حدود 3-4 هزار سال سالی که اشاره شده که پیشدادیان و کیانیان بر ایران حکومت کردند، و وارد تاریخ باستانی ایران میشیم، یعنی دومین دوره تاریخ. ولی بازم تأکید میکنم حتما باید تاریخ اساطیری ایران رو شناخت، برای اینکه ژن‌های تاریخ اساطیری ایران علارغم همه ابهام و سایه روشنهاش خیلی زنده است. ما بخش‌های زنده و با تراوت فرهنگمون از نوروز و سده گرفته تا نام‌ها تا جشن‌ها آمیخته است با تاریخ اساطیری و تا فرهنگ آیین‌های کهن ایرانی، از آیین مهر گرفته، آیین زرتشت گرفته و بقیه. این رو باید تأمل کرد و شناخت
در این برنامه فقط اشاره‌ای کردیم و گذشتیم. و اما در حد فاصل تاریخ باستانی و اسطوره‌ای ما یک دولتی داریم به عنوان ماد، یعنی وقتی از تاریخ داستانی عبور می‌کنیم. بعضی ها تاریخ باستانی ایران رو از دوره مادها شروع می‌کنند، ولی در حقیقت مادها بیشتر با اینکه یک دولت و یک حکومت بودند و سالیان دراز نیز برای ایران حکومت کردند، ولی یک پل هستند، رابطه بین تاریخ داستانی و تاریخ باستانی. منتها این پل مهمه، باید شناختش. من حدود 30 سال قبل، موقعی که شکهای من نسبت به تاریخ جعلی شروع شده بود، نسبت به تاریخی که در حقیقت مذهب اونو ارائه می کرد، شروع کردم به تحقیق و یادداشت. و امروز هم به یاد اون روزا همون دفتر 30 سال قبل رو در پیش رو گذاشتم که بعضی نکهایی رو که برداشتم برای شناخت تاریخ ایران. علتش هم این بود که من غرقه بودم در تاریخ جعلی و تاریخ مذهبی و مقدسات مذهبی، و با این ایده ها در حقیقت حدود 20 سال از عمرم سپری کرده بودم برای رسیدن به جامعه‌ای و روزگاری که مذهب اون رو نوید داده. ولی در نقطه شک شروع شد و دیدم که 1000 بار تاریخ اسطوره‌ای ایران، همون اساطیر کیومرث و مش و مشیانه، قابل پذیرشتر هست از چیزی که مذهب داره ارائه میکنه، خروارها و ده ها هزار حدیثی که هیچ عقل سلیمی نمیتونه باور بکنه، با این تفاوت که تاریخ اساطیری اصراری نداره که ما باورش بکنیم و اگر باور نکنیم به ما وعده جهنم و عذاب نمیده. ولی تاریخی که جعلی که مذهب پیش روی ما گذاشته بود، نه تنها زندگی دنیوی ما رو می برد، بلکه عدم باور به اون موجب عذاب بود. شک شروع شد و من به عنوان یک رهنورد تنهای تاریخ در شرایطی بسیار سخت، در شرایطی طریق منزوی، شروع کردم کار کردن. نخست نگاهی به تاریخ گذشته اساطیری و بعد رسیدم به دوران ماتا. تاریخ مادها اولین بخش تاریخ ایران است که اسنادش وجود داره، به عنوان یک پل بین هخامنشیان و تاریخ داستانی. تاریخ مادها تا حد زیادی با تاریخ دولت‌های معاصر اون، یعنی آشوریان، بابلی‌ها و سایر کشورهای شرق نزدیک آمیخته. مادها مردمانی آریایی نژاد بودند که در ابتدای قرن 7 پیش از میلاد، یعنی 2720 سال قبل، به خودشون سامان و سازمانی دادند و سرانجام حکومتی تأسیس کردند. بنیانگذار حکومت مادها شهریاری بود به اسم دیاکو دیوک یا دیوکس، از قشر و طبقه دهقانان و مغان بود. فردی بود مورد اعتماد مردم، نخست قاضی و داور بود و بعد قدرتش افزون شد و در شورای اقوام و قبایل مادها به فرمان روایی مادها برگزیده شد. دیاکو مدت‌ها بر اقوام ماد فرمان راند و بعد فرورتیش جانشین اون شد. فرورتیش در جنگ با آشوری‌ها کشته شد. بعد از اون کیاکسار یا هوخشتره جانشین اون شد و در این دوره بود که هوخشتره موفق شد که قدرت نظامی مادها رو افزایش بده و تبدیل کنه به یک نیروی قابل تحمل.
در دوره هوخشتری یا کیاکسر هستیم. کیاکسر موفق شد که با سکاها، یکی دیگه از شاخه های اقوام آریایی که اجداد همون سیستانی های کنونی رو تشکیل میدن، در حقیقت اجداد و همخونهای قهرمان بزرگ شاهنامه رستم، سکاها در حقیقت در سیستان زندگی میکردن، نام قبلی سیستان سکستان بود، یعنی سرزمین سکاها، و مردمی بودند بسیار جنگاور و قوی، هم زن و هم مردشون میجنگیدن. معروف است که کوروش نیز سرانجام در جنگ با اونها کشته شد. یکی از روایت های تاریخ این هست، میگن که سکاها از کودکی اسواری و جنگاوری رو میآموختند و نشان افتخارشون این بود که از پوست کنده شده دشمن زین اسب درست بکنند و در کاسه سر اون شراب بنوشند، در حالی که کاسه سرش رو به طلا گرفته بودند. زنها از کودکی سینه های چپشون رو میبستن تا بزرگ نشه و برای کمانکشی مزاحم کمانکشی نباشه در جنگیدن، و خلاصه قومی بودند بسیار بسیار نیرومند و جنگاور، و همین اقوام بودند که موقعی که بعدها اسکندر در پایان دوره اشکانی از سکستان میگذشت، از هند بازگشته بود، حمله کردند و نیمی از سپاه اون رو از بین بردند. اینا رو اشاره کردم که تصویر بهتری داشته باشیم از جنگیدن کیاکسار با سکاها. موفق شد اونا رو شکست بده کیاکسار، بعد نینوا رو فتح کرد و حکومت بسیار قدرتمند و خشن آشوری ها رو در هم کوبید. و پس از کیاکسار، آژیدهاک یا آستیاکس زمام حکومت رو در دست گرفت. این آخرین حکمران قدرتمند مادها بود و اینجاست که به دو طریق تاریخ مادها به تاریخ هخامنشیان که در حقیقت بنیانگذاران برجسته تاریخ باستانی هستن پیوند میخوره، هم از طریق خونی، از طریق به اصطلاح مادر کوروش، و هم از طریق آژیدهاک. در حقیقت حکومت مادی تبدیل میشه به هخامنشی و نیز پادشاه مادی تبدیل میشه به پادشاه هخامنشی. این کشفیاتی که در نقاط مختلف من جمله در سلیمانیه، در عراق کنونی، در آذربایجان، در تپه حصار نزدیک دامغان و حوالی نهاوند صورت گرفته، مقدار زیادی اطلاعات درباره مادها به ما میده. ما قبل از اینکه با مادها بدرود بگوییم و دوره خلاصه پرتلاطم اونها، دوره‌ای که وقایع زیادی اتفاق افتاد، نه تنها نخستین دولت تشکیل شد، دولت قدرتمند در ایران، و ارتش سامان یافت، بلکه خوبه بدونیم که نخستین سازمان اطلاعات و امنیت به عنوان چشم و گوش شاه معروف در دوره داریوش درست شد، ولی واقعیت اینه که این رو دیاکو بود که سر و سامان داد برای اینکه اطلاع داشته باشه از گوشه و کنار مملکت و فعل و انفعالات سیاسی به نفع یا علیه دولت. این مادها بر اساس اسناد و یافته‌ها مردمانی بودند سیاه چرده، دارای جمجمه بزرگ و از تیره شبه اروپایی. زبان خودشون رو داشتند. به دلیل اینکه دشمنان زیادی در اطراف خودشون داشتند، مجبور شدند که متحد بشن، یعنی با هوشیاری فهمیدن یا نابود خواهند شد یا برای اینکه از نابودی نجات پیدا بکنن باید با هم دیگه متحد بشن و یه دولت تشکیل بدن تا بتونن یک تن واحد باشند و دفاع بکنند. از نظر هسته اولیه
جامعه خوبی که اشاراتی داشته باشیم، سلول اولیه جامعه آریایی که در حقیقت در زمان ماتا شکل گرفت خانواده بود. هنوز هم هسته اولیه جامعه امروزی ما هسته سالمش خانواده است که از شکلگیری پدر، مادر و فرزندان، یک یا چند فرزند شکل میگیره. در زمان ماتا هسته اولیه جامعه خانواده بود، مورد احترام بود. خانواده زمین رو مشترکاً صاحب بودند، یعنی مالکیت جمعی بود. نخست مادها روستانشین بودند و کشاورز، ولی بعدها شهرها رو ایجاد کردند و در این زمینه شاهنامه نیز اطلاعات خوبی به ما میده. جامعه از لحاظ خانوادگی مونوگام بود، یعنی وحدت یک زن و یک مرد، و در کلیت جامعه دودمانی وجود داشت، یعنی طایفه و قبیله مقدس بود و منافعش مشترکاً دفاع می شد. اصل و نسب مورد احترام بود و هرودوت در این زمینه می نویسه که ایرانی ها به 10 یا 12 قبیله تقسیم می شدند و هر قبیله چند تیره داشت و رؤسای خانواده ها رئیس تیره، رئیس تیره ها رئیس قبیله، و رئیس قبیله فرمانده کل رو انتخاب میکردن. اصلا در این زمینه زیاده شیوخ وجود داشتن، ریش سفیدان وجود داشتن و بسیاری نکات دیگه در مورد مادها. و حالا از دوره مادها کم کمک عبور میکنیم و میرسیم به دوره‌ای که تاریخ واقعی ایران در شکل میگیره، تاریخ گسترده و بزرگ ایران در دوره هخامنشیان. اشاره کردم که در دوره مادها در حقیقت در محاصره دولت‌های بسیاری قرار داشتند که مشغول خوردن هم دیگه بودند، یعنی جهان مثل روزگار کنونی ثابت نبود که هر چیزی تعیین شده باشه و هر کشوری به قول معروف دیگه جا افتاده باشه و نقشه جان دیگه چندان تغییری نکنه، یا اگر تغییراتی باشه در درون هر کشور باشه. اون موقع اینطوری نبود، جان مثل آکاردون واضح بسته میشد، این کشور اون کشور میخورد، این قبیله اون قبیله را بین میبرد و در حال شکل گرفتن بود. وضعیت دوره مادام همینطوری بود. در کنار دولت مادها قدرتی بسیار نیرومند وجود داشت که در روزگار خودش به کنام شیران معروف بود و این دولت بابلون یا بابل بود. آشور معروف بود به شهر خون و دولتشون معروف بود به دولت کنام شیران. مردمی بودن بسیار جنگجو، بسیار خونریز، دائم در حال تهاجم و کشتار و گرفتن اسیر و گردن زدن و جمع‌آوری ثروت. اگر ما بخوایم تصویر درستی داشته باشیم، خیلی خوبه که به کتاب تورات مراجعه بکنیم. اون تصویرهای خیلی خلاصه روشن و خونینی از دولت آشور و جباریتون ارائه دادیم. در شمال مادها همسایه ایران کشور اورارتو واقع در ارمنستان کنونی بود و دولت ماننا که در کردستان و محل جنوب، در حقیقت جنوب دریاچه رضایی کنونی. این عوامل بود و این دولت‌هایی که دائم در حال بزرگ شدن و سفارایی بودند مادها رو به هم چسبوند و در روی کیاکسار ارتش ایجاد کردند و دولت آشور رو که کابوس منطقه بود در هم کوبیدند و قدرتمند شدند. این قضایا ادامه پیدا کرد تا رسید به دوره، در حقیقت آغاز دوره هخامنشیان. من در حقیقت از رو همون یادداشت‌های 30 سال قبل دارم براتون میخونم
بعضی نکات رو یادآوری میکنم، از برخی نکات هم میگذرم، چون واقعا نمیشه به تمام نکات پرداخت. اگر که فرصتی بود یا امکانی، من اسناد رو بعدها زیر همین برنامه اگر در یوتیوب باشه میذارم، کتابا رو معرفی میکنم، رفرنس ها رو میدم که خودتون بیشتر به تحقیق بپردازین. ولی اجالتا ما داریم بر خط اصلی پیش میریم و اینکه یک تصویر کلی از قضایا داشته باشیم. در دوره حکومت مادها که در حقیقت اگر وجود نداشت دولت هخامنشیان به وجود نمی اومد، ما با تحولات فکری نیز روبرویم. یعنی در حقیقت یکی از تحولات فکری که باید اشاره کرد وجود زرتشت و شکل‌گیری آیین زرتشت است، که دقیقاً که میگم، یعنی اون اسنادی که نزدیکتر به واقعیت اشاره میکنه که در دوره مادها شکل گرفت. در مورد زرتشت گاه در مه اساطیر پنهان میشه، گاه آشکار میشه. حتی عده‌ای از مورخین تاریخ تولد اون رو 2000 سال قبل از میلاد مسیح میدونند، یعنی الان باید مثلا 4000 سال خورده ای از تولد زرتشت گذشته بشه که با این حساب در دوره مادها قرار نمیگیره. ولی اون چیزی که نزدیکتر به واقعیت میاد دوره مادهاست. اون سندی که میگه که زرتشت مال 2000 سال قبل از مسیحه، ما باید مجبوریم بریم به دوره کیانیان و تاریخ اسطوره‌ای و زرتشت رو اونجا پیدا بکنیم. ولی واقعیت نزدیکتر این نیست. شرق‌شناسان بیشتر زندگی اون رو در قرن‌های پنجم و ششم قبل از میلاد مسیح می‌دونند، یا بین قرن‌های دهم و ششم، که این همزمانی داره با دوره مادها. بد نیست که مثلا یکی از این نظرها رو ما نگاه بکنیم، نظریه جکسون در کتاب تاریخ ادبی ایران. جکسون میگوید زرتشت شخصی کاملا تاریخی و عضو یکی از طوایف مادی است که مغ یا مجوس نام دارد. زمان زندگی او در اواسط قرن هفتم قبل از میلاد بوده و وفاتش در حدود سال 583 قبل از میلاد در سن 77 سالگی اتفاق افتاده. او در غرب ایران در آتروپاتن یا آذربایجان زاده شد، ولی در بلخ در افغانستان کنونی اعلام رسالت کرد. جکسون میگوید گاتها قدیمترین قسمت اوستا، جان و جوهر و قلب حرفای زرتشت است و مواعظ زرتشت و آموخته های او به سرعت سراسر ایران را فرا گرفت. و ما زرتشت چه اعتقاداتی را تبلیغ میکرد؟ در رابطه با اعتقادات زرتشت نخست باید من اشاره بکنم که اگر مقایسه بخوایم بکنیم با ادیان دیگه و بر اساس کتاب‌های اصلی و نه کارکرد دین زرتشت در طول تاریخ، زیرا ادیان یه موقعی به وجود میان. من مثالی که میزنم همیشه اینه که دین یا نگاه و تفکر دینی یک نیاز بشری است که تنهاست در میان هستی، میترسه، جهان وسیع و اون کوچکه، به دنبال پناهگاه میگرده، به دنبال یک خلاصه آرامش فلسفی، میتونه خودش رو به آسمان پرتاب کنه و خدا بنامد، یا میتونه به رویاها پناه ببره. ولی به هر حال این یک واقعیته، مثل یک سرپیچ لامپ برق، که هر کسی میاد سرپیچ خودش رو به اون وصل میکنه و از رنگهای مختلف و رنگهای مختلف رو میپراکنه. اگر ما این مثال رو بپذیریم، اون لامپی که زرتشت به این سرپیچ وصل کرد بسیار پسندیده تر از بسا لامپ هایی است که بعد از او به خصوص در ادیان سامی و به خصوص بدون تعارف در اسلام به این سرپیچ زده شد. آیین زرتشت در کتاب‌های اصلی آیینی است انسانی. برای این میگم کتاب‌های اصلی، که وقتی که دین در دیواره
فرهنگ و حکومت ها به کار گرفته میشه، از اون اصل خودش دور میشه و تبدیل میشه به یه سیستمی که حالا چه سیستم مغان زرتشتی باشه، چه سیستم آخوندهای شیعه و سنی، منافع قدرت های حاکم رو تامین میکنه و از اندیشه های فلسفی و انسانی خودش دور میشه. آیین زرتشت هم بعدها در طول تاریخ وضعیتی پیدا کرد که مثلا همین اندیشه در قالب دستگاه حکومتی و مذهبی اون روزگار دست به کشتار مزدکیان زدن، پوست مانی پیامبر ایرانی رو کندند و پر کاه کردند. ولی ما به اینها فعلا کار نداریم. تو اصل قضیه و پایه‌ها آیین زرتشت آیینی است بسیار انسانی، قابل قبول، طبیعت گرا و دوستدار انسان، حیوان، درخت و طبیعت، و اینکه اینها رو حتی تا حد تقدس مقدس میشماره و بنابراین در پلکانی فراتر از بقیه مذاهب قرار میگیره. اجالتا به همین اندازه اکتفا میکنم، ولی درباره آیین زرتشت در و در چارچوب دوران مادها باز هم اشاراتی خواهم داشت. موفق باشید.